پریتی زنتا بازیگر فیلم های هندی است. او را می جز تنها کسانی دانست که با مربع قدرت بازی کرده اند دانست. سلام و وقتتان بخیر. امروز در مورد زندگی نامه هنر موفق سینمای هند یعنی پریتی زنتا کنجکاو شدیم. مطمئنا شما نیز با سیمایشان آشنایی دارید. در ادامه با زمانه همراه باشید. ویدیو را لایک و کامنت کنید و همچنان جهت دیدن ویدیوهای بیشتر چنل زمانه را سبسکرایب نمایید. پریتی زنتا متولد سال 1975، بازیگر فیلم های هندی است او را می توان جز تنها کسانی دانست که با مربع قدرت شارو خان، سلمان خان، امیر خان، رتیک روشن بازی کرده اند دانست. او دانش رشته روانشناسی است اما به دلیل زیبایی و اعتماد به نفس بالا ابتدا کار خود را به عنوان مجری شروع کرده و سپس به بازیگری روی آورد. او در بیش از 60 فیلم بازی کرده و برنده چندین جایزه برای بهترین بازیگر نقش اول و بازیگر نقش مکمل را دریافت کرده است. او همچنین در چندین آهنگ نیز به همخانه پرداخته است. دانش سملا که هرگز در خواب نمی دید روز هنر پیشه بشود می گفت که هدفش همچون دیگر نوجوان ها در زندگی این بود که یک تغییر مناسب ایجاد کند. احتمالا اگر آن روز یک هواپیما سر راهش قرار می گرفت حتما خلبان می عاشق این بود که مسیر را تا انتها پیگیری کند. اما متاسفانه همیشه چشم به فعالیت دیگران داشت و به ادعای خودش هرگز ایده نداشت که صرفا مال خودش باشد. روانشناسی درس مورد علاقه در دانشگاه بود و همه می پنداشتند که او روزی یک روانشناس خواهد شد شاید هم یک تاجر موفق اما پریتی در عین ناباوری همگان به یک هنرپیشه مبدل شد او حتی تا مومبای رفت تا در رشته روانشناسی جنایی در یک دانشگاه مومبای تحصیل کند اما تقدیر چیزی دیگری در آستین داشت کارگردان به نام کاپور در یک مهمانی دوستانه او را میبیند و پس از دیدن کارش در آگاهی تجارتی لایریال او را میپسندند و تصمیم میگیرد تا از این دختر برای فیلم بعدیش در نقش اصلی زن استفاده کند. حضور در تارا رومیان پزی بود که, ها... که هر نوع آمده از تهی دل در آن باشد پس پریتی معطل نکرد و حتی دوره کلاس های حرکات موزون را هم پشت سر گذاشت اما این فیلم هرگز ساخته نشد و پریتی سرخورده بر جای ماند. اما اندک زمان بعد که کاندان شاه بازی در کیانا را به او پیشنهاد می دهد و پیرتی با بازی در نقش یک دختر عاشق به تجربه وحشتناک دست پیدا می کند و توانیست همگان را مجذوب خیش کند. او از کودکی همواره بازی در سینما را در رویاهای خود در سر داشت. او در همان سنین نوجوانی و جوانی چندین بار در گزینش بازیگری شرکت کرد اما متاسفانه هر بار به با دلیل موفق و انتخاب نشد او پس از ناامید شدن از بازیگری رو به با مدل شدن آورد و به خاطر چهره جذاب و فیزیک بدنی مناسب ظرف مدت کوتاه جزوی بهترین های این شغل شد که بناگهان شانس به او رو آورد و بازه در فیلم دلسی و او پشنهاد شد. او که منتظر چنین موقعیت بود فرصت را غنیمت شمرد تا با استفاده از حضور شاروخان در این فیلم خود را به عنوان چهره جدید به سینمای هند معرفی کند. او در این فیلم علی رغم نداشتن نقش کلیدی با ارایه بازی زیبا از خود بسیار مورد توجه قرار گرفت و بعد از آن سیل پیشنهادات به سوی او روانه شد و از آن پس تا این لحظه او همواره در فیلمهایش بازی تحصیل گذار و تماشاگر پسند ارایه داده است و اکثر فیلمهای او با فروش خوبی در گیشه همراه بوده است. پریتی زنتا از معدود بازیگران زنی است که افتخار بازی در کنار مربع قدرت چند سال اخیر سینمای هند یعنی شارو خان، سلمان خان، آمر خان و ریتیگروشن را داشته است. افتخاری که تمام بازیگران زن در این سالهای اخیر آرزوی آن را دارند. جالب است که در مورد پریتی بدانید که او واقعا عاشق سینما و فیلم های رومانتیک را بسیار دوست دارد. هنرپیشه مورد علاقه او در سینمای آمریکا، آل پاچینو و در سینمای هند راجکاپور و نرگیس می باشند. سمیمی ترین دوست او رانی مکرچی است. او در انتخاب غذا بسیار وساسی است و دستپخت مادرش را به هر غذای ترجیح می دهد. رنگ های مورد علاقه او به نش و قرمز می باشد و در حال بازی در فیلم بنام لاکشیا در کنار آمتابچان و رتیگ روشن است. با تشکر از اینکه تا این لحظه من را همراه بودید لطفا در کامنت نظریاتتان را با ما شریک سازید تا از نظریات خوب شما استفاده کنیم و فراموش نکنید ویدیو را لایک کرده و چینل ما را سابسکرایب کنید تا از ویدیوهای جدید ما با خبر شوید تا ویدیوی دیگر بدرود